هرچند نام سیستان و بلوچستان به دریغ آب و سلطنت آتش گره خورده، اما گاه بارانهای موسمی بارش آنچنان شراب وار و شلاقی است که رود مرگاغوش رستاخیز می کند و رگهای نازک آب که می توانست اگر مدیریتی در کار می بود نعمتی باشد فرح بخش گیاه و حیوان و انسان، نقمتی می شود خروشان به نام سیلاب و دمار از حیوان و گیاه و انسان تشنه در می آورد. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. آسمان پرخست استان که سالی به سالی دهان پر آب می کند و زمین تشنه را می آشوبد و خاک را می روبد، جواب ما را نمی تواند داد که چرا مدیریتی در کار نیست تا نقمت سیلاب را به نعمت آبخان و مسیل تبدیل کند. پس پرسش ساده ما از نماینده مجلسی است که مردم منطقه‌اش رویاروی بیابان دریا شده نشستند و به غرق شدن خانهشان در آب خیره‌اند. نماینده محترم، چرا بارانهای فصلی هر باره سیستان و بلوچستان ویران می کند اما آبادانی نمی آورد؟ شنونده گفتگوی دیدگاه با مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار از ایتالیا باشید. آقای نخل احمدی، ابتدا آخرین اخبار و گزارش ها از میزان بارندگی و خرابی های سیلاب سیستان و بلوچستان و پراکندگی اونو برای ما مرور بفرمایید و بگید از امداد رسانی به شهروندان آسیب دیده چه اطلاعاتی دارید؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه شما. ببینید، ابتدا باید عرض بکنم متاسفانه به دلایل متعدد آماری که یا اطلاعاتی که تا الان منتشر شده اطلاعات کاملی نیست. دسترسی کسانی که خب الان در این مشکل و بحران هستند به حالا شبکه‌های اجتماعی یا در واقع کسانی که مطلع و امکان منعکس کردن خبرها رو داشته باشند محدود هست و یک ظاهرا یک عمدی هم در رابطه با انعکاس واقعی آنچه که در سیستان بلوچستان خصوصا در جنوب استان میگذرد از طرف رسانه‌های حاکمیتی وجود دارد. اما گزارش‌هایی که تا الان منتشر شده حداقل 400 هزار نفر در سیستان بلوچستان خصوصا در جنوب این استان متاثر شدن از سیل و بارش‌های شدیدی که در چند روز گذشته در واقع انجام شده. مدیر کل ستاد بحران استان گفتند که حداقل 2.4 هزار میلیارد تومان تا الان خسارت به حوزه‌های دامداری، کشاورزی، راه و برق این مناطق انجام شده. رقم‌های متفاوتی در واقع گفته شده، اما بین 350 تا 400 روستا و شهرستان در حال حاضر خسارت دیدن. برخی از راه‌های در واقع ارتباطی بین این روستاها و شهرها کاملا مسدود شده. امکان کمک رسانی و امکان انتقال حالا بیماران وخیم یا زنان باردار یا رساندن کمک‌های معیشتی به این مناطق وجود نداره. تنها امکان به قول آقای معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار استفاده از راه هوایی یا هلیکوپتر هست که یک در واقع امکانی که دانشگاه پزشکی زاهدان داشت یک هلیکوپتری که میتوانست کمک بکند اون هم خراب هست. بعد از ارتباط گیری های متعددی که با سپاه و ارتش انجام شده امروز خبر رسید که یکی از هلیکوپترهای ارتش برای این کار اختصاص داده شده که با توجه به حجم بالای خسارت ها و مناطقی که در حال حاضر صعب العبور هستند، این در واقع امکان شاید در واقع یک امکان حداقلی هست و امکان در واقع پاسخگویی یا پوشش دادن این حجم از مردم و منطقه جغرافیا رو تقریبا میشه گفت وجود نداره. به علاوه خب ماشین‌هایی هم که برخی از ماشین‌های گذری در راه‌ها یا حتی سوخبرها هم متأسفانه گزارش‌ها رسیده که اینها در سیلاب‌ها گیر کردن و خبر موثقی در رابطه با سرنوشت اونها تا الان منتشر نشده. آقای نخل احمدی، بارش‌های موسمی و فصلی در سیستان و بلوچستان هر سال رخ میده، چطوره که همچنان آسیب میزنن، هر بار مثل گذشته خرابی بر جا میگذارن در این حد؟ من اجازه میخوام این نکته رو بگم که ما در یک دهه گذشته سه بار حداقل با چنین بحرانی در سیستان و بلوچستان مواجه بودیم. در هر سه باری که شرایطش ایجاد بوده که دارج به این مسئله صحبت کردم، دقیقاً همان مشکلات، همان المان‌ها و کاستی‌هایی که در یک دهه گذشته
که وجود داشته تکرار شده. امروز آقای مولوی عبدالحمید هم در صحبت‌های خودشون مطرح کردند که با اینکه بارها چون این مسائل و مشکلاتی پیش آمده، راه‌های در واقع جاری شدن سیل مشخص هست و امکان در واقع جلوگیری از اینها هم وجود داشته، اما همچنان می‌بینیم در واقع یک مسئله مشخص خسارت‌های ثابت و در واقع کاملاً تکرار شده ای رو ایجاد می‌کنه. خب این به معنای این هست که به همان شکلی که آقای سعیدی هم دیروز اعلام کرد، ما زیر ساخت‌های مدیریت بحران اساساً در استان نداریم. دلیلش مثلا این هست که اساساً ظاهراً جمهوری اسلامی هیچ گونه اهمیتی به این که چنین مسائلی چقدر میتواند به مردم خسارت بزند، چقدر میتواند منافع مردم رو تحت تاثیر قرار دهد، در واقع براش اهمیتی نداره و متاسفانه میبینیم که در حوزه‌های بیشتر تاکید یا در واقع رو اونها پافشاری دارد که این حوزه‌ها بیشتر بر علیه منافع مردم و منافع خب به هر حال در نگاه کلی کشور هست. در روز انتخابات داریم با هم گفتگو میکنیم آقای نخل احمدی، مسائل زیست محیطی و خصلت‌های طبیعت منطقه چقدر در حرف‌ها و شعارهای نامزدهای استان سیستان و بلوچستان بازتاب داشته؟ ببینید دو در بخش اجازه بخواهم میخوام نگاه بکنم. بخش اول این که خب در انتخابات این دوره همونطور که همه میدونن تمرکز روی افرادی هست که اینها هیچ گونه در واقع ریشه یا امکان شناختی از اونها، امکان شناخت گسترده از اونها در منطقه وجود نداشته و اساسا اینها شاید آشنای آنچنانی یا تخصص آنچنانی در رابطه با مسائل منطقه به شکل کارشناسی ندارن. مسئله دوم این که این یک در واقع مشکل یا چالش اساسی در 14 گذشته بوده که کاندیداها چه در مجلس چه در ریاست جمهوری فاقد هر گونه برنامه‌ای بودند، فاقد هر گونه برنامه یعنی آشنا باشند به چالش‌ها و مسائل منطقه و کشور و برنامه‌ای که امکان پذیر و قابل اجرا و تضمین برای اجرای اون وجود داشته باشه. یعنی ما در چند روز گذشته در سیستان بلوچستان و البته شاید بشه گفت در کل کشور وقتی نگاه می‌کنیم عمده فعالیت‌های انتخاباتی برمیگرده به یک در واقع ایجاد یک سری فضاهایی برای شادی کردن مردم بدون اینکه نه از طرف مردم متأسفانه مطالبه‌ای در جهت برنامه ارائه برنامه کاندیداها وجود داشته باشه و نه اینکه اساسا خود کاندیداها در واقع تخصص یا آشنایی یا نظری بر این مسائل داشته باشه. متأسفانه حداقل من ندیدم هیچ کدام از در نمایندگانی که حالا صحبت‌های اونها منتشر شده نگاهی قابل توجه به مسائل زیست محیطی یا مسائل یا بحران‌هایی که در استان هست داشته باشن. آقای نخل احمدی، اسم سیستان و بلوچستان به خشکسالی گره خورده، اما هر سال میزان بارش ها به شکلیه که تبدیل به سیلاب خانه خراب کن میشه، همونطور که الان داریم میبینیم. سوالم اینه که چرا برای نگهداری از این آبها و کنترلش تدبیری اندیشیده نشده؟ یا به عبارت دیگه این میزان آب اگر کنترل و نگهداری میشد چه بخشی از نیاز استان به آب رو برطرف میکرد؟ ببینید اجازه میخوام در واقع بر اساس آماری که در کل کشور منتشر شد این مسئله رو عرض بکنم. آنچه که در واقع منتشر شده حاکی از این هست که حداقل 1/3 کشور متاثر از برف و بارش های شدید بوده و نزدیک به 18 میلیارد متر مکعب ما در واقع آب امکان ذخیره سازی آب از این بارش ها در کشور وجود داشته. این میزان در سیستان و بلوچستان بیشتر بود، یعنی سهم در واقع آب یعنی بارش ها در سیستان و بلوچستان بیشتر بوده. این میزان بارش ها بر اساس برآوردها 2 برابر مصرف سالیانه مردم سیستان و بلوچستان هم از آب آشامیدنی بهداشتی و صنایع بوده. این مسئله در واقع 2 سال پیش هم تکرار شد، یعنی با میزان کمتری از بارش ها انجام شد، اما تمام این آب از مسیرهایی که هیچ گونه در واقع امکانی برای ذخیره سازی نبوده اینها به در واقع دریا ریخته شده و ذخیره سازی انجام نشده. خب چرا این کار انجام نشده؟ شما سال 92 آقای مولوی عبدالحمید در یک سخنرانی صحبت از این کرد که شما سدهایی رو زدین در جاهایی که هیچ گونه فایده ای ندارد و این سدها هیچ گونه کارایی در واقع زمان بارندگی ندارد و در بعد از اون هم اساسا سیاست های دولت ها در مسیر ایجاد توسعه یا ایجاد یا مثلا سیاست هایی برای رفع مشکل خشکسالی یا کم آبی نبوده و بیشتر به هر حال مسائل مثل سد سازی و امثال هم
پروژه‌هایی بوده که نهادهای نزدیک به حاکمیت اینها رو فقط بر اساس میزان سود بیشتر اجرا کردن و نگاه کاملا تخصصی به اینکه این پروژه چقدر میتواند مشکل اصلی رو که خوشسالی هست رفع بکند متأسفانه نداشتن. پیروه صحبتتون آقای نخل احمدی، سیستان و بلوچستان از نظر منابع و سرمایه‌های طبیعی و درآمدی که این منابع ایجاد می‌کنن در چه وضعیتیه الان؟ سرمایه‌های استان در واقع در چه بخش‌هایی صرف میشن؟ ببینیم، اجازه میخوام به نقل از خود مقامات جمهوری اسلامی در سه حوزه این در واقع پاسخ بدم به سوال شما. ما در سیستان و بلوچستان منابع بسیار غنی، یعنی معادن بسیار غنی داریم، خصوصا معادن طلا و مس در واقع غنی ترین معادن در کل کشور هستند. در حوزه توریسم در صورت که سرمایه گذاری معقول و به اندازه انجام بشود، استان سیستان و بلوچستان استانی هست که میتواند جذب توریست بسیار بالایی داشته باشه به دلایل مختلف که مفصل هست. در موضع در واقع مسئله شیلات که خب به هر حال این استان در واقع همجوار با دریا هست، خب پتانسیل های بسیار زیادی هست. و مسئله چهارم مسئله هممرزی با کشورهای در واقع افغانستان، پاکستان و مسئله تجارت هست. هر کدام از این در واقع امکان ها می تواند باعث بشود که تا حدود بسیار بالای بیکاری در استان سیستان و بلوچستان نزدیک به صفر باشد. این عدد نزدیک به صفر رو من به نقل از معاون وزارت کشور در دولت آقای روحانی عرض میکنم خدمت شما. الان معادن در واقع در دست برخی از نهادهای مثل ستاد اجرایی فرامین امام، مثل سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و امثال و اینها هستند. مسئله شیلات متاسفانه در حال حاضر کاربردی ندارد. مسئله توریسم میبینیم که در شرایط کنونی بسیار شرایط نامناسبی هست و تجارت هم به دلیل سیاست هایی که جمهوری اسلامی داشته است تا حد تقریبا صفر تحلیل رفته است. به خاطر همین هم هست که این سیاست ها و این شرایطی که الان در اون هستیم علارغم پتانسیل ها هیچ گونه خیری یا امکانی برای برآورده شدن نیازهای مادی و نیازهای معیشتی مردم در اونجا وجود نداره. بسیار سپاسگزارم از شما مهدی نخل احمدی، فعال حقوق بشر از تورین، ایتالیا. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر میکنم.